در دیهه اورگنچی که در شرق ترکمنستان جایگیر است، والدین جسد پسر خود غفوروف عزیز سال تولدش 1982 است که مرحوم نوبتی زندانی آوادان دپه می باشد گرفته اند. عزیز یکی از شخصانی بود که برای اعضای گروه جماعت مسلمین با پیشوایش بهرام سپاروف به مهلت طولانی محکوم گردیده است، خبر می دهد نشریه الترناتیو نوستی ترکمنستان. تمام جسدش از لطوکوب به رنگ کبود تبدیل یافته است، حتی از سبب خراب و آویزان بودن آن را جسد گفتن نیز مشکل بود، میگوید شخصی که در شستشوی جسد اشتراک کرده است. از والدین و خویشاوندان مرحوم برای آشکار نکردن حادثه زبان خط گرفته شده است. طبق اطلاع تحریریت الترناتیو نوستی ترکمنستان معلوم گردید که ده ها جوانان قربانیان رژیم ترکمنستان با عیب اشتراک در حرکت اسلامی گردیدند که با یک قطار ماده ها از جمله با راه زوراوری به دست درآوردن حاکمیت، دعوت به تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی و غیره عیبدار دانسته شدند. به عقیده حکومت داران جوانان را برای افراط دینی محکوم نمودند. جوانان مدت دراز در حلقه جمع شده از کتاب های مفتیات اجازت داده اسلام را می آموختند، توی های اسلامی می گذاراندند. در جمع آمد ها پیشوایشان بهرام سپاروف با جوانان احترام والدین زندگی سالم بردن را می آموزند و از علاقه های غیر نکاحی و غیره جوانان را باز می داشت. در اخلاق جوانان خیلی دیگرگونی ها دیده می شد. آنها سیگار کشی، نوشیدن می و اشتراک در جنجال ها را ترک نمودند. طبق اطلاع منبع شماره محکوم شدگان آید کمپانی زیرین از 100 نفر زیاد گشته است. سودها نسبت همه دستگیر شدگان به طور پوشیده شده گذشته است. خویش و تبران محکوم شدگان تا حال رسما خبردار کرده نشدند. حتی نزدیکانشان برای چی محکوم شدند، به مدت چند سال و در کجا ادای جزا نموده استادند واقف نیستند. از تابستان سال 2016 تا به امروز از دو مرگی در زندان آوادان دپه معلوم گردید. جسد لقمان یعلانف از ناحیه گرابکی ویولسک و جسد نارقل بالتایف از سابق کلخوز ایسکرا به نزدیکانشان سپرده شد. اینچنین از آنها نیز زبان خط آیدی آشکار نکردنی وضعیت گرفته شده است. در حقیقت فوتیدگان در زندان خیلی زیاد می باشند، می نویسد الترناتیو نوستی ترکمنستان تکیه به منبع خود. در ماه مارس سال جاری جسد مراد 33 ساله با نزدیکانش گردانیده شد. متاسفانه نسب او را انیخ کردن غیر امکان بود، ولی معلوم گردید که او در مرکز ترکمن آباد اطراف بازار نزدیکی مکتب رقمی 11 زیسته است. در ماه ینوار تشکیلات نروژیگی آید دستگیری آزادی دینی فارم 18 نام 20 نفر اعضای جماعت مسلمین را که محکوم شده اند نشر نموده است.